Good morning, Madam Spokeswoman. I'm Jason Rezaian from the Washington Post newspaper. Overnight, the Christian Science Monitor newspaper published an article referring to a letter that it had received about the chemical weapons being transported into Syria by opposition forces that Iran claims that it sent. Can you verify the veracity of this letter for us today? ما شواهدی رو سال گذشته به دست آوردیم که نشون دهنده این بود که تروریست ها و گروه های افراطی در سوریه دسترسی پیدا کردن یا داشتن تلاش میکردن برای دسترسی پیدا کردن به سلاح‌های شیمیایی، که ما این واقعه رو بسیار نگران کننده تلقی میکردیم و به همین دلیل در یادداشتی که از طریق سفارت سوئیس برای آمریکایی‌ها فرستادیم این نگرانی‌ها رو به اونها منعکس کردیم. چند ماه بعد از این یادداشت ما اخباری در صحنه علنی مشاهده شد که نشون می‌داد مقداری سلاح شیمیایی در مسیر سوریه کشف شده توسط یکی از کشورهای همسایه و سر صدای زیادی هم ایجاد کرد. همینطور در دوران درگیری ها مدت کوتاهی یکی از انبارهای مهمات سوریه در اختیار گروه های افراطی و تکفیری قرار گرفت و به نظر میرسه که مقداری سلاح شیمیایی در اختیار اونها قرار گرفته باشه. در یکی از عملیاتی هم که علیه علوی ها در خان عسل اتفاق افتاد به صورت وسیع از سلاح شیمیایی استفاده شد. این مجموعه اطلاعات رو ما به تناوب در اختیار بازیگران مختلف من جمله آمریکایی ها در یادداشتی که در دسامبر 2012 برای اونها ارسال کردیم قرار دادیم تا مانع از بکارگیری این سلاح‌ها توسط گروه‌های افراطی بشه. پاسخی ندادن به نام در خصوص بحث دیگر. مقاله کریستین ساینس مانیتور، مقاله رو ما هم دیدیم، در واقع گزارشی رو که این نشریه غربی منتشر کرد و رفرنس اون به اسناد و مدارکی بود که دایر بر استفاده تروریست‌ها از سلاح‌های شیمیایی و یک نوع خاص اون بود، نشانگر این هست که نگرانی جامعه بین‌المللی از افراطی‌گری، تروریسم و خشونت و خطراتی که اگر ناشی میشه در جهان، چنانچه کنترلی بر میزان دسترسی‌ها و خطرات ناشی از اون که تروریست ها به سلاح‌های شیمیایی دسترسی پیدا بکنن، این خطرات رو اگر یک نشریه غربی هم داره میگه برای ما بسیار ارزشمنده و فکر میکنیم جهان غرب باید مسئولانه با موضوع تروریسم، با موضوع افراطی‌گری برخورد بکنه و قطعاً برخورد گزینشی و برخورد یک جانبه که برخواسته از یک معیار دوگانه هست نمیتونه به طور ریشه‌ای به حل مشکلات در واقع کمک بکنه.